سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. خیلی به بیحالی و حال مریضی ما نگاه نکنید و شما شل نشید. آره انشاءالله اگر عمری بود بالاخره سلامتی برگشت خدمتتون، انشاءالله با شور و هیجان بیشتری خواهیم بود، ولی خب فعلا حالا پنچری، در حد پنچری میخوایم درسم تعطیل نشه، اوایل کار خدمت دوستان میرسیم و الا خب این رسیدن اینجوری خجالت آوره برای ما خدمت دوستان که اون توان لازم رو برای ارتباط با دوستان تو این حالت مریضی نمیتونم برقرار. انشاءالله بگذره بعد در خدمتتون بهتر باشی. در خدمت دوستان در آیات شریفه سوره بقره بودیم که به آیات دعای 104 و 105 رسیدیم که اولین آیه رو خدمت دوستان عرض کردیم، آیه 104. بعضی از دوستان در انتهای جلسه فرمودن که اگر اینجا ثابت بشه که حالا بر فرض خطاب یا ایها الذین آمنو یا ان الذین آمنو، این در حقیقت استعمال مربوط به تشریف به افراد خاصی است، خب چه اثری دارد تا اینکه این عام باشه و همه ان الذین آمنو همه اهل ایمان رو شامل بشه، مثل مؤمنینی که در بعضی از کلمات دیگر قرآن به کار رفته که اون عامه. عرض ما این است که دقتی که مرحوم علامه در اینجا کردند، البته این دقت رو بعضی از سابقین هم داشتن و اونها هم ذکر کردن، منتها دقتی که در اینجا شده و بعضی از سابقین هم شریک بودن در این دقت این است که اگر این 85 تا 90 آیه‌ای که یا ایها الذین آمنو یا ان الذین آمنو و امثال اینها آمده، خطابش خطاب خاص باشد به افراد خاصی، ولی بعداً عمومات خطاب و تکلیف اون رو در حقیقت عام کند نسبت به همه، تفاوت میکند با اون جایی که از ابتدا شمولش نسبت به همه باشد و این قابل دقته. یعنی تکلیفی که تشریفاً ابتداءاً به عده خاصی متوجه شده و بعد به واسطه توسعه خطابات و عمومات خطاب عمومیت پیدا کرده بر دیگران، این در حقیقت دو نوع شموله. شاید اون کسانی که سلام علیکم الله مخاطب اولی بودند نقشی در پیاده شدن این به عهدشون ویژه باشد، شاید در بعضی از اینها ارتباط با اون مؤمنین اهل ایمان سابقین لحاظ شده باشد، چنانچه در اون جایی که خطاب رسول گرامی اسلامی است که یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافق مثلا آمده، شاید این که جهاد کفار و مشرکین و منافق هرچند بر همه لازمه، اما این خطاب در حقیقت وقتی از نبی آغاز می شود، یه حکم جدید از نبی آغاز می شود، شاید در حقیقت دنبال او مسائلی باشد که اذن نبی، اجازه او، در حقیقت شرافتی که باید مقدار، یعنی همه اینا برمی گرده به علاوه بر جهاد، حکم جهاد، به اینکه مبدئیت در حکم رو هم او دارد. در این خطابات هم
می شود با تحقیق گسترده زمینه این بحث پیدا کرد که این 85 تا 90 آیه‌ای که این عنوان توشون به کار رفته یه نقش ویژه‌ای دارن. اگر این ثابت شد که این مسئله خطاب جایی که الذین آمنوا توش هست با مؤمنین تفاوت میکنه از جهت گستردگی مخاطب و زیر که اینها خاص الذین آمنوا و مؤمنین آمن، اگر این صدق بکنند اون موقع خیلی تکالیف، خیلی مسائل، اثرات دنبالش میاد. اینجوری نیستش که بی اثر باشه، فقط یه تشریفی، یه تکریمی فقط بخواد باشه. نه، نشون میده اولا تکلیف به اینها متوجه شده، ثانیاً عموم پیدا کرده. اینکه اولاً تکلیف به اینها متوجه شده باشد و ثانیاً عمومیت پیدا کرده باشد، خیلی دنبالش مسئله میاد. تو هر جایی ممکنه به طوری این اثرش رو نشون بده. اینجور هم نیستش که همیشه یک جور باشه. باید با محتوا، با این نگاه به محتوا رجوع کرد و قرائن رو از خود آیات و بعد در مثلا نگاه روایات اینها رو به دست آورد. اون وقت خیلی از روایات هم که ذیل این آیات وارد شده و اینها رو تفسیر کردند و تفسیر دیگه تفسیر چی میشه؟ حقیقی میشه، تأویل نمیشه، تفسیر باطنی نمیشه، دقت میکنی؟ بلکه تفسیر ظاهری میشه. اگر مدلول ظاهری باشد قابل استشهاد و قابل در حقیقت چی هستش؟ استظهار و قابل استدلاله، اگر منطوق ظاهری باشد. اما اگر منطوق باطنی باشد، تفسیر باطنی باشد، خب دیگری میتونه بگه من این رو نمیپذیرم چون از ظاهر دلالتی بر او نمیبینم. درسته؟ میتونه بگه که من اگر استظهار باشد و از ظاهر این جوری که ایشون از ظاهر داره استفاده میکنه با خود آیاتی که کنار هم قرار دادن که الذین آمنوا طیف خاصی هستن، عده خاص هستن، درسته؟ اصل این مسئله اگر ثابت بشه اون موقع در استدلال ها این خودش میتونه خیلی اتمام حجت باشد. خیلی روایاتی که وارد شده، مثلا روایاتی که در انتهای این بحث هم دارالمنصور نقل کرده، سیوطی نقل کرده، ان ابن عباس قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آله، ما انزل الله آیتا فیها یا ایها الذین آمنوا. این از ابن عباس نقل شده از رسول خدا که ما انزل الله آیتا فیها یا ایها الذین آمنوا الا و علی رأسها و امیرها، که امیر مؤمنان علیه السلام رأس اینهاست و امیر اینهاست. داریم در بعضی روایات که آیا یا ایها الذین آمنو، یا در بعضی از روایاتی که وارد شده که آیا خطاب یا ایها الذین آمنو منافقین و اهل ایمان ضعیف هم شامل میشه؟ حضرت میفرمان بله شامل میشه. جمع بین این دوتا که علی رأسها و امیرها، درسته؟ و اون که اون میفرماید که منافقین رو هم شامل میشه، این است که شمول حکمی که برای یا ایها الذین آمنوا اومده از باب شمول حکم همه رو شامل میشه. اما خطاب متوجه به کی هستش؟ خطاب متوجه به افراد خاصی نیست. اون که شمول حکم شامل همه است، ما دلیل علاهده داریم. دیروزم از علامه نقل کردن شمول حکم، این که تکلیف شامل همه است، ما دلیل داریم. اون دلیل زمیمه میشه چنانچه اون جایی که برای پیغمبر خطاب اختصاصی آمده اونجا هم شمول دارد، برای اینکه بقیه را شامل میشه اونجا هم خلاصه این مسئله مطرحه. پس شمول حکم و تکلیف برای همه غیر از تشریف خطاب است. دقت میکنی؟ تشریف خطاب مربوط به عده خاص است، شمول حکم مربوط به همه است. اما این شمول حکم که پس از تشریف خطاب محقق میشه نشون میده که این حقیقت تشکیکیه و این حقیقت تشکیکی صدق اولیش به عده خاص است،
بقیه در پرتو این وجود به این خطاب متوجه شدن، به توفیل این وجود این خطاب کمالی برای اونها هم صادر شده، به توفیل وجود اون عده خاص بقیه هم به این خطاب تشریفی، به این خطاب تکلیفی تکلیف بهشون متوجه شده. دقت میکنید چقدر متفاوت میشه؟ اون موقع انسان طریق اتیان رو هم پیدا میکند، راه تشریف خطاب نشان دادن راه عمل به تکلیف هم هست. اینا اگر خوب باز بشه خودش یک نظام امامت رو، یک نظام ما کم نداریم که بخوایم بگیم از باب کم بود بخوایم به این متوسل بشیم، اما میخوایم بگیم اینم میتونه خودش یک دسته دلیل دیگری باشد. دقت میکنید؟ یه دسته دلیل دیگری باشد که اینها هم تو جای خودش قابل ارائه است و چون گسترده است میتونه خیلی کارساز باشه، تو انواع و اقسام احکام میتونه خودش رو نشون بده. لذا بحث بحث مفید، جدی و کمباد شده است، جای تحقیق دارد، اشاره شده بهش در بعضی کتب اما به صورت تفصیلی که همه موارد جمع شن و اینها رو در بیارن ببینن تفاوت شمول در حقیقت تکلیف با خطاب تشریفی ببینن چی میتونه باشه و این که اینجا تشریف خطاب فقط مخصوص اینها باشه چه اثری میتونه تو شمول تکلیف داشته باشه، چه رابطه‌ای میتونه ایجاد بکنه. این خیلی اثر کارسازه. لذا بحث و ساده کلیده برای فهم مجموعی دسته های از آیات قرآن، فهم مجموعی یعنی ارتباط ایجاد میکنه بین دسته های از آیات قرآن که یه فهم مشترک جامع برشون حاکم بشه و از اون منظر به این آیات نگاه بشه. تونستم عرضمو برسونم؟ حالا اگر دوستان نسبت به این هنوز تتمه‌ای دارن در خدمتشون هستیم. بفرمایید. خب تو بحث رأس و امیر اگر خطاب رو ما خطاب در حقیقت وجودی بگیریم، همیشه رأس و امیر، دقت میکنید، امیر رأس تفاوت میکنه با اینکه این بالاتر از اونه. فقط یه موقع هستش رأس و امیر اتفاقا دلالتش تام است، یعنی امر اول میرسد به رئیس، درسته؟ از رئیس پخش میشه به بقیه، یعنی واسطه نشون داده شده. رئیس و در حقیقت امیر یعنی چی؟ یعنی اونیست که به بقیه امارت دارد. چقدر تعبیر دقیقه؟ اونیست که به بقیه در این حکم ریاست دارد. بیان این نیست؟ اگه یه موقع میفرمودید که در حقیقت این خطاب شامل همه هست، امیرالمومنین هم خطاب شامل هستش، ولی خب او بالاتره، همین، اونم جای بیان داشته، اما اینجا دیگه خیلی ظاهره رأسها و امیرها، یعنی کانال فیض از اینجا به بنده میرسد، امیر در این مسئله است، درسته؟ امیر بودن و رئیس بودن اعتباری نیست، یک امر حقیقیه. وقتی امر حقیقی شد یعنی واسطه در فیض است در این حکم. پس معلوم میشه احکامی که مصدر به یا ایها الذین آمنو است، یا ان الذین آمنو، یا امثال اینها، اینها نشون میداد که این حکم به واسطه در حقیقت این وجود در حقیقت شریف به بقیه میرسد، به واسطه این وجودات در حقیقت شریفه به بقیه میرسد، امیر و رأس است. تعبیر خیلی دقیقی است. اون دیگه اهل تسنن هم نقل کردن از دارالمنصور دیگه، یعنی خود روایت هم قابل استناد نسبت به اونها که امیر و رأس، امیر و رأس تشریف اعتباری نیست، بلکه امیر و رأس چی هستش؟ اونجا هم که میگیم خطاب تشریفی نسبت به این عده خاص، تشریف اعتباری نیست که میخواد فقط اینها رو چیکار بکنه، میخواد تشریف در اونجا تشریف وجودیه، یعنی این وجودن تکوینن شرافت وجودی دارد بر بقیه، حکم اولا و به ذات متوجه او میشه، از وجود او تنزل میکند به بقیه میرسد، این تنزل از اون مرتبه است، پس اصل حکم و حقیقت حکم نزد اوست.
تنزل یافتش به بقیه میرسد، چون اینا در قبول حکم یکسان نیستن، لذا خطاب هم به اندازه مخاطب در حقیقت چی میشه؟ تنزل پیدا میکنه تا او رو بیاره بالا دیگه. اون جایی که قدر مطلقشه، البته اونجا مطلق حکمه جانم. حالا حرف توی این مسئله جای بس خیلی داره ها، اینجا به عنوان یه جرقه ای زده و عبور کرده، خیلی هم نخواسته بازش بکنه، اما جا دارد که کسی متکفل بشود تو بحث، حالا پایان‌نامه‌ای دارد، تحقیقی دارد، کاری میخواد بکنه، این رو در حقیقت به عنوان یک بابی، کلیدی از کلیدهای قرآن در حقیقت، چون علامه کلیدهای زیادی رو تا حالا چند بارم گفتم این کلیده، بعضی جا از جمله این الان کلیده، یک قاعده است که میتونه در حقیقت کلید بشه برای فهم دسته‌هایی از آیات قرآن که نگاه مجموعی بهش بشه، یعنی یه قرائن عامه در کار میاد، هر آیه رو که میرسیم با اون قرائن و قواعد عامه میتونه تفسیر دیگری و عالی تری پیدا کنه. بله بفرم. بله بله بله، البته عتاب نبود. ببینید میدونه چرا؟ چون در اینجا نهی آمد، چون مسلمانان بر اساس اصطلاح متعارفشون رائنا معنای صحیحی داشت، میگفتن، نمیدونستن به لوازمشون، اونها یهود به کار میبرد کلمه رو با همین لفظ در معنای دیگری که توهین بود. خدای تعالی مؤمنین رو متوجه کرد به کلمشون، به حرفشون، که این لفظ رو به کار نبرید که باعث سوء استفاده اونا بشه، که با اینکه شما نمیدونستید و قصدی هم نداشتید، دقت میکنید، این رو به کار نبرید، لذا عتاب نیست، بلکه اینجا منع از به کار بردن لفظی است که باعث سوء استفاده یهود شده. بله بله، این در حقیقت ببینید تو هر جایی این الذین آمنوا وقتی مخاطب اولی میشن نقشی پیدا میکنن، تو هر جایی نقشی پیدا، اینو باید حالا با تفحص کامل تو آیات نقش هایی رو که میتونن الذین آمنوا نسبت به مؤمنین داشته باشند و وقتی کار کرد احصا کرد، وقتی کنار هم بیان از خود آیات و بعد نقش روایاتی که بیان میکنه، او میتونه خیلی اثرگذار باشه. ممکنه کسی بگه که این تکلیفی که توهین به در حقیقت نبی ختمی رو به دنبال خودش داره، این در حقیقت نقش پررنگ الذین آمنو رو در جامعه ظاهر میکند، با اینکه الذین آمنو متوجه گاهی این مسئله هم بودن، اما قدرت برای این نداشتن، منعی نبوده، نمیتونستن جلو بگیرن، لذا داره که مثلا بعضی از اصحاب خاص پیغمبر مثلا مثال میزنن مثل سعد ابن معاذ، متوجه شده بود چون هشت داشت با یهودی ها قصابق، میدانست که یهودی که دارن به کار میبرن دارن توهین میکنن، لذا باهاشون درگیرم شد که شما چرا این رو به کار میبرید با اون معنایی که خودتون اراده کردید، گفتن ما چیزی نمیگیم غیر از اون که تو شما دارید میگید، اما اون کلمه که شما به پیغمبرتون میگید ما هم داریم میگیم، درسته؟ این در حقیقت بعضیا از جهت اون بصیرتشون و شناخت اون توطئه ها و برنامه هایی که دشمن داره رو قوی بودن، زود شناختن، اما خب قدرت جلوگیری نداشتن، خل اصلاح بودن، میدونن یه لفظیه که عموم مردم به کار برن، اونا میگن ما داریم، چی میشد بهشون بگی دیگه، تا این لفظ میاد خدای تعالی از ضمایر اونها چیکار میکنه؟ مسلمین رو مطلع میکنه. پس هر جایی ممکنه نقش الذین آمنو در این که خطاب اولا به او متوجه میشه و ثانیا به بقیه نقش خاصی تعریف بشه، همینه که مهم میکنه کارو، یه کلید میکنه که این نقش ها اگر جمع شه جا میتونن قرینه بشن، تفسیر کنن همدیگر رو، لذا باید آیات بیاد بشه همدیگه خوب تحلیل بشه، خوب تفسیر بشه، این تحلیل و تفسیر که شد کنار هم که اومد، وقت میشه یه نقش های خاصی برای الذین آمنو دید، که وقت ممکنه اینها خودش در کنار بعضی روایاتی که وارد شده تو مسئله، مثل همین روایتی که اینجا یه نمونش ذکر شد که
در حقیقت رأس و امیرش در حقیقت امیر مؤمنان هستش، میتونه اون وقت یه نگاه جدیدی به آیات قرآن و کاربردی کردنش ایجاد بکنه، کاربردی ترش هم میکنه، اینجوری اثرگذارترش هم میکنه. خب جانم، بله درسته. اینجا همین نکته است که اون جاهایی که قرینه هست مثل یا ایها الذین آمنو، خود علامه هم آوردن که در حقیقت میفرماید که ان الذین آمنو ثم کفروا ثم آمنو ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن الله لیغفر لهم. میفرماید اونجا که قرینه باشد که این مقصود نیست، قطعا اونجا باشه، کار قرینه کنارشه. اونجایی که اطلاق میاد قرینه ندارد، منصرف به این طرفه. اما اونجایی که قرینه کنارش میاد که ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا، معلوم میشه که اینا ایمانشون از اون حد ایمان اولی هم چیستش پایین تره، که اینقدر متزلزلن. میگه این قرینه در کاره. پس اونجایی که قرینه در کاره معلومه که اصطلاح با مجازه، چون با قرینه اومده دیگه، قرینه در کار اومده، همراهش قرینه بوده. اما اونجایی که اطلاق دارد، اون اطلاق البته چی هستش؟ نشون دهنده این بحث. ایشون خود علامه این رو ذکر کردن. خب اگر دوستان تو این مسئله دیگه نکته ای نیستش، به عنوان یه تر، حالا با خنده نگاه نکنید، بالاخره به عنوان یه تر عظیمی که به ذهن چندین مفسر بزرگ رسیده و اینا روش زحمت کشیدن، حالا علامه تازه مختصرم بیان کرده، بعضی ها از این مفصل تر وارد شدن و خیلی روش مناخت دادن، به عنوان یک نگاهی که میتونه تأثیر گذار باشه در کاربردی کردن آیات و بعضی از استدلال های دنبالش کامی، این رو دنبالش باشیم. بی نقش نیست به اثر جانم. اولین کسی که این حرف رو زده فخر رازیه در تفسیر کبیره. اولین شخصی که اینو زده اب تفسیر کبیره، اونجا هم رو این خیلی مانور داده. بله اینجوری بیان کردن یه خورده وقت درد سر ایجاد میکنه در اینکه اصل تکلیف چطور باشه. ما تکلیف عامه، اما عمق تکلیف مختلفه. لذا ببینید همه مکلفه به نمازن، اما نماز پیغمبر میشه معراج. نماز ما، منم خلاصه از سطح همین خونم و در و دیوار خونم عبور نمیکنه. خیلی هنر کنم، خیلی هنر نکنم، میزنه تو بازار و خلاصه این ور و اون ور همه اینجا میزنه. اگه هنر نداشته باشم دیگه میزنه تو بازار، اگه هنر کنم تو خونم نگرش میدارم همونجا. ولی نماز پیغمبرم معراج میشه برای میره و برمیگرده، رفت آمدی که رفت آمد مکانی نیست، همه عوالم وجود رو سیر میکنه. این عمق تکلیفه. امیر مؤمنان علیه السلام عمق تکلیفش متفاوته، و الا صلاتش همون مثل ما دو صلات نماز، دو رکعت نماز صبحه، درسته؟ پس ما مشترک در تکالیف هستیم، اما عمق تکالیف البته، لذا عمق تکالیف اساس تکلیفه. الا و ان النیت هی العمل. الا تعبیر روایت خیلی خلاصه دقیق، انما الاعمال بالنیات. الا و ان العمل، الا و ان النیت هی العمل، خیلی تعبیر سنگینه. و الا نه عمل نمیخواد، میگه حقیقت عمل که روحشه اونه، این بدنه، قالب بدنه، اون روحه. لذا روح، لذا نماز من با پیغمبر روحش متفاوته، هرچند قالبش جماعت بود، پیغمبر میخون، منم داشتم مأموم بودم، یکی انجام دادیم توی زمان یه جوری مکان درست زیر یه قبه، اما او روحش با این خیلی متفاوته. در آیه بعدی فرمایش دیگه نداشتن دوستان که یه خوردم جلو بریم. آیه بعدی که اونم یه آیه بسیار زیبایی است که میفرماید که ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب وللمشرکین ان ينزل عليكم من خیر من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظیم. می فرماید که کفار دوست ندارن، ببینید ود و محبت
صحبت و اینها از یه سنخه منتها مراتب داره. بعدن اینها رو تو مفصلات ببینید که ود و شوق و محبت و حیمان و به اصطلاحات دیگری هم داره، اینها هر کدام مرتبه‌ای داره که البته حیمان مرتبه آخرشه، اما عشق در حقیقت یه مرتبه از اینهاست. این هم ود به مرتبه عشق نرسیده اما از مرتبه محبت عمومی خیلی بالاتره، یعنی خیلی به این مسئله مشغولشون کرده، ود در این مسئله دارن. ما یود الذین، اصلا دوست ندارن که کسانی که کفار، منتها ببینید اینجا کفار به معنای عام به کار رفته. چرا؟ ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولل مشرکین. ولل مشرکین عطف به کفار یا به اهل کتاب؟ عطف به اهل کتابه. چرا؟ چون مجروره دیگه. اگر میخواست عطف به کفرو باشه با چی میشد؟ باید مرفوع میشد. ما یود الذین کفرو، پس این عام، من اهل کتاب ولل مشرکین، پس مشرکین و اهل کتاب همه داخل در چی خطاب شده بهشون؟ کفار. پس ببینید اینجا کافر گاهی فقط بر اهل کتاب در حقیقت عنوان میشه و مطرح میشه، گاهی کفار عامن در اصطلاح قرآن اینجوریه، هم بر اهل کتاب خطاب میشه هم بر مشرکین. گاهی مشرکین در عرض کفار میان، یعنی کفار اهل کتابن، درسته؟ گاهی مشرکین ذیل کفار میان، یعنی داخل کفار معنای عام اصطلاح. اینجا خود این به کار بردنها دقت میخواد که چرا کافر رو در یک جامعه از این دوتا گرفته، که در حقیقت این بر میگرده به جنبه کفر این هر دو، هم مشرکین هم در حقیقت چی؟ اهل کتاب. یعنی حقیقتی براشون آشکار شده، میپوشانند هم اهل کتاب هم مشرکین. لذا هم بر مشرکین اهل مکه این آشکار بود، هم بر اهل کتابی که بعدن تو مدینه بودن و تو مکه بودن آشکار بود این دعوت پیغمبر و اون که در حقیقت برحقه، اما هر دو میپوشاندند، کفر داشتن نسبت به این. ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب وللمشرکین ان ينزل علیکم من خیر، اینکه بر شما خیری نازل شود. ان ينزل علیکم من خیر، خیر نازل شود که البته مطلق خیره، اما به قرینه اینکه اینها تو این مسئله خاص و ویژه مقصودشون خاص بود، این بود که قرآن کتاب آسمانی وحی نازل شد بر مسلمان ها. مشرکین از جهتی چون خلاصه وقتی که این می آمد مخالفتشون رو سخت‌تر می دیدن، نمی تونستن دیگه اون شدت مقابله رو داشته باشن، چون وقتی وحی بود خیلی از خبائث درون اینها رو آشکار می کرد، از پنهانی های اینها هم خبر می داد و اهل کتاب هم رقیب برای کتابشون ایجاد میشد. اینا یهود احساس میکردن که نسبت به توراتی که از جانب خدا نازل شده رقیبی در کنارش میخواد بیاد. حالا انجیل در حقیقت اهل کتاب رو عام بگیریم که بعضیا عام گرفتن که یهود و نصارا هر دو باشن، یا نه اهل کتاب در اینجا با اینکه عامه فرد خاصش که یهود باشه، چون خطاب در این آیات عمدتاً در حقیقت به چی بوده؟ به یهود بوده از قبل تا اینجا اومده. اما بعضی میگن از اینجا، بعضی از بزرگواران اهل تفسیر میگن از اینجا، از این آیه شریفه وقتی خطاب اهل کتاب میاد، از این به بعد هر دو دسته مورد خطابن. تا کنون فقط یهود مورد نظر بود و تو این آیات وارد شده بود، از اینجا به بعد تا حدود آیات مثلا 30 آیه بعد که میاد، هر دو دسته مورد نظر هستن. دقت میکنید؟ اما هر دو قول صحیحه، چون اگر هر دو باشن در رأس نصارا یهود بوده و اونها رو اینا تحریف میکردن. میفرماید که ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، اینها میگن خیری که از جانب خدا برای اینها، دوست نداشتن این نازل بشه، چون این در حقیقت دست اونها رو کوتاه‌تر میکرد، بغض اونها رو بیشتر میکرد، دشمنی اونها رو شدیدتر میکرد که ببینن رقیبی برای کتاب آسمانیشون آمده و اینها یک کتاز میدان کتاب داشتن آسمانی میدونستن خودشون رو. من خیر من ربکم والله یخت منتها همین که حالا این تعبیرات دیگه قبلا بعضیش تذکر من ربکم که عنوان رب و اون ربوبیت
و اون حالت تدبیر الهی توش خوابیده خودش یه رحمت ویژه ایست. والله یختص برحمته من یشا والله ذو الفضل العظیم. اینا فکر میکردن که اختیاردار رحمت خدا اینا هستن که ما یودو حالا در حقیقت سبب بشه که کتابی هم نازل نشه، در حالی که خدای تعالی والله یختص برحمت، اونم با لفظ الله که قدرت و سیطره مطلق رو برسونه و جمیع اسما باشه، والله یختص برحمته من یشا، یعنی این تجلی تجلی است که هیچ مانعی در جلویش نیست، هیچ در حقیقت مانعی نمیتونه جلو راهش رو بگیره. والله خیلی تعبیره به والله در اینجا، اونم تکرارش، والله یختص برحمته من یشا، خدا اختیار از او و اراده از او سلب نشده، اختیارش مطلق و ارادش مطلقه هر کس رو که بخواهد. والله یختص برحمته من یشا، وقتی والله یختص برحمته من یشا میشه رحمت، رحمت رحیمیه میشه دیگه، چون رحمت رحمانیه اون رحمت تکوینی است، اینجا رحمت رحیمیه میشه که یختص، یعنی همون رحمت هدایتی، همون رحمت ویژه‌ای که شامل حال مؤمنین میشه، برای هدایت انسان ها صرف میشه. والله ذو الفضل العظیم، که خدای تعالی اونم والله اومده، زو هم اومده که در حقیقت زو با ساس در حقیقت مصاحبت هر دو به کار برده میشن، اما زو عظیمتر از، نزدیکتر از، قویتر از، از سا مثلا صاحب الحوت با زنون در حقیقت کدی و زنونه هر دو به کار رفته در ریه مورد، اما اونجایی که ذات به کار برده میشه اضافه میشه قویتر و نزدیکتره. والله ذو الفضل العظیم، که اون فضل خدا، اونم فضل خدا عظیم است و مانعی ندارد. این بیانی بود به صورت اختصاری در این بایه در باره گفته شده کنم. من تا ببینید این ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب یه نکته دقیقی رو اشاره میکند که به خصوص تو صحبتهای مقام معظم رهبری هم تو چند روز گذشته یک باری خیلی دقیق این مسئله رو در رابطه با بحث مذاکره با مثلا کشورهای مختلف وقتی بیان می‌فرمودن، فرمودن عقبه نگاه اینها رو ببینید، نه ظاهر اون اولی و صورت اینها رو، بلکه این صورت ظاهری رو در پرتو اون عقبه تفسیر کنید. تعبیرشون رو دیدید یا نه؟ که عقبه نگاه اینا کینه و دشمنی نسبت به ما، این عقبه نگاهشون این است که جمهوری اسلامی نباشد، دلیل هم دارن، دلیلشون هم درسته برای خودشون، اونا با اصل نظام اسلامی مخالفن. وقتی این عقبه را آدم ببینه، حتی جایی که میخوان مذاکره بکنن، این مذاکره رو تو اون راستا دارن تفسیر میکنن، تو اون راستا دارن برای خودشون پیش میارن. حواسمون به این باشه، تعبیر مثالی زدن، مثل دوتا کشتیگیر که وقتی دارن کشتی میگیرن، یه کشتیگیر ممکنه به لحاظ فنی، به لحاظ تاکتیکی یه نرمشی در مقابل کشتیگیر مقابلش نشون بده، تا اون مثلا به خیال این که حالا پای این جلوس مثلا دیگه اینجاشو نگفتن دیگه، حالا مثلا این بیاد و او فن خودش رو اجرا بکنه. هر کدام دنبال این هستن، اگر نرمش نشون میدن، اون نرمش مال این است که یه تاکتیک دیگر رو سوار کنن، درسته؟ وقتی دو تا عقبشون دشمنیه، نمیشه مصالحه کنن، اونا عقبشون، چون میفهمون عقبه اونها دشمنیه، اگر یه موقعی هم قصد مصالحه دارن، قصد یه تاکتیک جدید رو دارن، ابی نداره، بریم اینو جلو بریم، ولی بدونیم که قصدشون یه تاکتیک جدیده. حواسم، ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ان ينزل عليكم من خير، اصلا اونا دوست ندارن هیچ خوبی به شما برسد، هیچ خیری به شما برسد. این عقبه اهل کتاب رو داره، عقبه در حقیقت اینا رو داره نشون میده، درسته؟ این عقبه اونها اینه، تو اینو ببین. حالا اگر جایی هم کوتاه میان با شما همراهی میکنن، ابراز خرسندی میکنن، ملایمت نشون میدن، عیب نداره، اینو بدون با این نگاه. نمیگه ملایمت اونها رو نپذیر، نمیگه ملایمت اونها رو اعتنا نکن، میگه ملایمتشون رو تو اون دایره نگاه بکن، به اون مقدار هم بهش در حقیقت بها بده، همین رو دوباره سلاحی کن
که بتونی او رو در حقیقت به عقب نشینی بیشتری وادار کنی، چون اونا هم همین نگاهو دارن با ما که هر ملایمتی از ما رو به عقب نشینی بالاتری وادار. به نگاه به عقب کار از جمله نگاهایی است که دقیقه، که اینجا قرآن داره به ما یاد میده که داره افق نگاه رو نسبت به اهل کتاب و کفار و در حقیقت به ما نشون میده، اهل کتاب و مشرکین رو نمونه. این نگاه هاست که اگر در کار بردی میشه، اون وقت نگاه این که خلاص ایشون اینقدر با نگاه قرآنی موضع‌گیری سیاست خارجی رو انجام میدن دقیق تر میشه برای ما، که چرا چقدر خدای تعالی رو باید شاکر باشیم که این نعمت رو برای ما قرار داده که در دست یک ولی فقیه خلاص عادلی داره اداره ما حکومت ما میشه. این برای کشورمون انفجار میشه، اون برای کشور انفجار میشه، اطراف ما بی سامانه، الحمدلله در یک مأمن امنی خدای تعالی ما رو در خلاص هدایت ها و الطاف خودش قرار داده. بله بله مشرکین مکه فهمیده بودن که این کتاب از چرا؟ چون خودشون هم همشون اقرار در خفاشون داشتن. اونها اقلش این بودش که به مرتبه اولیه لفظیش اعجاز رو میدید، لذا کفرو اینا میدانستن و کفران و پوشاندن. اهل کتاب نه از باب این که چشیده بودن، اهل کتاب هم از باب این که تو کتابشون وعده به این پیغمبر داده شده بود، وعده به کتاب این پیغمبر داده شده بود و تمام خصوصیات هم میدیدن همونه، همه اونا رو هم میدیدن همونه، ولی حاضر نبودن. یادتون نرفته که چند آیه آخر سال قبل بود که اینا اومدن جریان پیغمبر رو گفتن، عده زیادی روایت مفصلی که اومد گفتن خلاص جریان بگو مثلا این چند تا سوال داریم، چند تا سوال که کردن یکی یکی، گفتن خب همه این ناطق اون چیزی بود که ما گفته شده بود، اما بگو وحی رو کی بر تو میاره؟ گفت حضرت فرمود جبرئیل. اینها خلاص اونجا گفتن نه جبرئیل با ما رابطه خوبی نداره، من کان عدوان لجبرئیل. یادتون هست آیه که این در حقیقت جدی که آورنده وحی برای ما درد سر داشته تو گذشته، لذا ما نمیتونیم بیمان بیاریم به تو، چون آورنده وحی تو با اینکه همه چیزایی که میگه درسته، اما ما چون کینه داریم به جبرئیل و جبرئیل آورنده وحی، خب جبرئیل آورنده وحی همه انبیا بوده، اما اینا همونجا باب دنبال یه چیزی بودن که بالاخره بتونن از این در برن، این رو بهانه کردن و ایمان نیاوردن، لذا میدانستن میفهمیدن. در آیه بعدی میفرماید که ما ننسخ من آیت او ننسها نعتب خیر منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير. نسخ از اون چیزهایی است که بالاخره چند تا علم درگیرشن دیگه، هم تفسیر درگیرشه، هم اصول درگیرشه، به نحوی فقه درگیرشه، درسته؟ آیات منسوخه که میاد تو اصول بحث میشه که اصلا نسخ به چه معنا میشه که صحیح باشه. توی در حقیقت همین نسخ اگه تو نظام تکوین بیاد تو کلام مورد بحث قرار میگیره، بدا میشه، یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. لذا نسخ از اون مباحثی است که خیلی دقیقه و علوم مختلفی هم از جهات مختلفی متکفل بیانشن. میفرماید حالا بیان اولی آیه ما ننسخ من آیتن، نسخ یعنی زائل شدن، ما در حقیقت زائل نکردیم من آیتن آیه ای را، من آیتن آیه ای را. آیه خیلی تعبیر بلندی است، یک کتاب مختصری این آقای به اصطلاح آیت الله شجاعی نوشتن به اسم خواب و نشانه های آن، در ذیل اون کتاب خواب و نشانه های آن یه بحثی رو به عنوان آیه ها مطرح کرده. تو بحث نشانه های آن، تو نشانه ها بعد اومدن بحث نشانه و آیه رو اونجا انتهای کتاب آوردن، بحث مختصر و خوبی است و جرقه برای بحث های بعدی میتونه باشه اونجا، که آیات اولا درجات دارن، انواع و اقسام دارن، جور با جور هستن، بعضی از آیات در حقیقت
خود آیه هم آیه میشه، تعبیرات جان در آیات قرآن که میاره، بعضی آیات اکبر میشن، بعضی تو طبق آیات قرآن هی اکبر من اختها، بعضی از آیات در حقیقت چی هستن؟ آیه مبصره است، بعضی از آیات آیه بینه است. دقت میکنید؟ آیات انها پیدا میکنه، اقسام پیدا میکنه. لذا ما ننسخ من آیتین این شمول رو دارد، هر آیه ای، چه آیه تکوینی چه آیه تشریعی، هر کدام از اینها، چه آیه وجود یک نبی از انبیا باشد، چه آیه حکمی از احکام باشد، چه آیه وجودی از وجودات باشد، فرقی نمیکنه. ما ننسخ، اگر کسی به این واقعا معتقد بشه، باور بکنه، یه روحیه دیگری، یه نگاه دیگری پیدا میکنه که ما ننسخ من آیتن او ننسها نعت به خیر منها او مثلها. امکان نداره که عالم رو به زوال باشد. چرا؟ چون خدای تعالی میفرماید که ما ننسخ من آیتن او ننسها، ننسها ممکنه از نطعه باشه که محموز اللام باشه، ممکنه از نطعه باشه که ناقص یایی باشد، اما ناقص یایی بودنش که انصاب معنای یاد بردن باشه، از یاد بردن باشه درستره. انصاب معنای محموز اللام یعنی تأخیر انداختن، هر دو به کار رفته در قرآن، هم هر دو به کار رفته، با همین ننسه ها یا شبیه به این آیات زیادی به کار رفته. اما در اینجا ما ننسخ من آیتین یعنی اگر از عالم وجود چیزی را زائل کردیم، او ننسها، یا از علم تو چیزی را زائل کردیم، یعنی زائل کردن در علم میشه ننس، ننسها، زوال علم، زوال یک بحث علمی، یک نگاه علمی، از ذهن بردن اون، درست، از یاد بردن، یا نه میفرماید ننسخ از عالم وجود زائلش کردی. پس یه موقع هست از عالم وجود زائل میشه، میشه نسخ، یه موقع هست از عالم علم در حقیقت او فراموش میشه، میشه ننسها، انسا، از جانب خدای تعالی انسا نسبت به دیگرانه، از یاد میبرد اون رو نسبت به دیگران. ما ننسخ من آیتن او ننسها نعت به خیر منها، بهتر از اون رو ما میآوری، چه در نسخش چه در یاد بردنش، یعنی اگر چیزی رو از یاد بردیم بهتر رو در حقیقت روزی میکنیم. او مثلها، حداقل این است که مانند قبلی است، از او کمتر نیست. حالا علم تعلم ان الله على كل شيء قدير، آیا اینها نمیدانند که خدای تعالی بر هر چیزی قدیر است؟ این که چرا این آیه مورد بحث قرار گرفته و یه دفعه بحث نسخ در اینجا اومده، البته علتهای مختلفی رو ذکر کردن، یکی از مهمترین علتش بحث تحویل قبله بود. وقتی که قبله تحویل شده میگن شأن نزول این آیه، از جمله بحث قبله است که انشالله در جلسه بعد خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.